خودتون برای ما توضیح بدین اصلا چه اتفاقی افتاد اون روز، چی شد جریان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و وقت بخیر دارم به محضر شما و همه بینندگان عزیز. خب دیروز روز کاری سختی برای من بود. من از ساعت 5 صبح که از خواب بیدار شده بودم تا ساعت 14 در واقع ساعت 2 جلسه داشتم، 2 دوباره تا 4 ساعت 4 بعد از ظهر جلسه داشتیم که جلسه ما که آخرین جلسه بود در سایت بازیافت گل پایگان بود که رفتیم بازدید کنیم. من حال مزاجی خیلی خوبی هم نداشتم، همونطوری که شاید تو فیلم هم دیدید من کلا سرم بوده، کچال گردن و کاپشن. خب این در واقع لباس رسمی اداری نیه، لباس است در رئیس جلوگیر سرما. من هم به همین دلیل وقتی تو جلسه نشستیم اون آقای خبرنگار رو بهش گفتم عکس نگیر. دو بار سه بار من بهش تذکر دادم، گفتم عکس نگیر. خب وقتی من گفتم به عنوان بالاترین مقام شهرستان باید ایشون بپذیره، نمیتونه دیگه عکس بگیره از من چون حتی رفتارش غیر قانونیه. ولی نهایتا هر انسانی یه ظرفیتی دارد، ظرفیت انسان ها همه مثل هم نیست. من البته همه اونایی که میشناسن منو میدونن من آدم صبوری هستم و کمتر است از این حرکات من. بس خستگی روحی و عرضم حضور شما، این آقا مسبوق به سابقه بوده که همیشه دنبال این بود که یه سوژه از من به دست بیاره، منتها من خدا کمک من میکرد و این سوژه دست ایشون نمیافتاد. اگر برین توی تیترایی که توی کانالش هست ملاحظه بفرمایید، خودتون منصفانه میتونید قضاوت کنید اون این امر. شاید در از دیدگاه بعضی از خبرنگاران برخورد من برخورد مناسبی نباشه، که من تو همین زمینه هم از آقای استاندار و هم از اصحاب رسانه و خبرنگاران مؤمن و متدینی که پل ارتباطی بین مردم و عرض مسئولین هستن هم از زحماتشون تشکر میکنم، هم اگر خدای نکرده این حرف من خدشه به صحتشون وارد شده من از همین دوربین عذرخواهی میکنم خدمتشون، چون هر انسانی احتمال میرد که یک لغزشی داشته باشد، چون ما بنده معصوم به جز 14 تا بیشتر نداریم، پس هر کسی احتمال میرد یک خطایی ازش سر بزنه.